سر خط خبرها. ورود یک نفتکش حامل سوخت از ایران به آب‌های ونزوئلا به رغم هشدارهای آمریکا، 4 کشتی ایرانی دیگر در راهند. نماز دست جمعی عید فطر در بسیاری از نقاط ایران، عربستان و امارات اما همچنان مساجد را بستند. استقبال رئیس جمهوری افغانستان از آتش بس 3 روزه طالبان، اشرف غنی از تسریع رهایی زندانیان این گروه خبر داد. و بازداشت ده‌ها معترض طرح امنیتی چین در هنگ کنگ، 200 سیاستمدار غربی با معترضان هم صدا شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. یکی از 5 نفتکش ایرانی که عامل سوخت برای ونزوئلا است وارد آب‌های این کشور شده. ایران تهدید کرده بود که اگر آمریکا جلوی این کشتی‌ها را بگیرد، مقابله به مصر خواهد کرد. هر دو کشور تحت تحریم‌های نفتی ایران هستند و ارسال سوخت از ایران به ونزوئلا را قدمی در جهت منافع خود و شکست تحریم‌های آمریکا می‌دانند. کسری ناجی گزارش می‌دهد. کشتی نفتکش ایرانی فورچون در آب‌های نزدیک به ونزوئلا دیروز غروب به وقت محلی. یک کشتی جنگی ونزوئلا و یک هلیکوپتر نظامی به پیشواز این کشتی رفتند و آن را به طرف سواحل ونزوئلا همراهی کردند. کشتی حامل 240 هزار لیتر بنزین و گازوئیل. این کشور خوشحال و متشکر است از ایران برای ارسال سوخت به این کشور در بحبوحه بحران کمبود بنزین و گازوئیل در کشور و علی‌رغم خطر توقیف این کشتی از طرف آمریکا. اینجا خبری از کشتی‌های جنگی آمریکا که در منطقه هستند نبود. آمریکا دخالتی نکرد در مقابل این مورد آشکار از شکستن تحریم‌هایش. اگرچه 4 کشتی دیگر هم در راه هستند و به زودی به این آب‌ها می‌رسند. این پیام توییتری سفارت ایران در ونزوئلا بعد از رسیدن کشتی که نوشته دو رهبر، دو انسان و دو انقلاب که سلطان دلهای مردم است. امروز بیش از هر زمان دیگری دوستی و برادری دو کشور عمیق و مستحکم. در روزهای گذشته رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو برای نشان دادن اراده‌اش برای استقبال از کشتی نفتکش ایرانی دستور داد ارتش در یکی از جزایر این کشور مانور نظامی برگزار کند. دیروز رئیس جمهوری ایران هشدار داده بود که نفتکش‌های ایران در دریای کارائیب اگر از سوی آمریکا دچار مشکل بشوند، متقابلاً برای آمریکایی‌ها مشکل به وجود خواهد آمد. نفتکش فورچون، اولین 5 نفتکش ایرانی راهی ونزوئلا، تقریبا 70 روز پیش از بندر رجایی و از طریق دریای سرخ، دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس وارد آب‌های ونزوئلا شد. 4 نفتکش دیگر هم قرار است که در روزهای آینده وارد ونزوئلا شوند. Telesur's correspondent Madeline Garcia is at the Orchila Air Base with more on the arrival of the Iranian fuel tank. کانال تلویزیونی حامی دولت ورود کشتی ایرانی را پیامی به دنیا دانست. پیام حاکمیت ملی، همبستگی ملل و اراده حق تعیین سرنوشت. سوخت ارسالی ایران در شرایطی به ونزوئلا میرسد که کمبود بنزین به اوج تازه‌ای رسیده است. پمپ بنزین ها از بنزین خالی است و صف ها طولانی. بحرانی که اخیراً با تشدید تحریم های آمریکا و قطع کانال واردات بنزین از روسیه شروع شد. در کشوری که تا قبل از انقلابش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوپک بود. کسری ناجی، بی بی سی. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، با وجود مخالفت‌های آمریکا این تانکر ایرانی اولی وارد آب‌های ونزوئلا شد. چه برداشتی شده از این اقدام ایران در آمریکا؟ برداشتی که اینجا شاید بیش از همه صدا شنیده میشه اینه که ایرانی ها میخوان آزمایش بکنند و ببینند که تا چه حد میتونن رو در روی دولت آقای ترامپ بایستن و در نزدیکی خاک آمریکا در دریای کارائیب
بتونن نفتکش‌های خودشون رو ببرن، کالایی رو بفروشن که آمریکایی‌ها اون رو تحریم کردن. البته در این مورد خاص چون خریدار هم تحریم هست توسط آمریکا، خیلی فرقی برای فروشنده و خریدار نمی‌کنه که حالا آمریکا اونها رو تحریم کرده باشه، اما به هر حال دارن این آزمایش رو می‌کنن که ببینن در نزدیکی خاک آمریکا چقدر میتونن مانور بدن و اینکه آیا آمریکا با اونها وارد درگیری میشه، جلوی اونها رو میگیره، و اگر این کارو میکنه تا چه حد و به چه بهانه‌ایه. آیا مشخص است که آمریکا یا قصد دارن که وارد درگیری دریایی با ایران بشن یا نه؟ به نظر نمیاد. دست کم این چیزیه که پنتاگون میگه. پنتاگون گفته که برنامه‌ای برای درگیری نیست و این در واقع کشتی‌هایی هم که حضور دارن در اون منطقه گفته شده که به خاطر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و میخوان که جلوی مسیر مواد مخدر رو به آمریکا بگیرن و نگذارن مواد وارد آمریکا بشه. اما در عین حال مقام‌های کاخ سفید در گفتگوهای بدون نامی که با رسانه‌ها کردن به اونها گفتن که به هر حال ما امکان داره هر کاری انجام بدیم و گفتن که تصمیمای مختلف رو دولت آقای ترامپ در حال بررسی اونها هست و ببینه چه پاسخی میخوان بدن. از طرف دیگه این رو هم میدونیم که مخالفان دولت ونزوئلا اونها هم صحبت کردن و گفتن که ایرانی ها در حال فرستادن تجهیزات هستند، تجهیزاتی که مربوط به شنود هست و اینطور در واقع خواستن انگار که یک پاس گلی بدن به آمریکایی ها برای اینکه اگر احیانا خواستن مقابله با این کشتی ها بکنن بتونن بهانه بیشتری داشته باشن برای مقابله ای که انجام میدن. دونالد ترامپ قبلا هم نشون داده که زیاد با وجود این که فشارهای اقتصادی حاضر به ایران بیاره یا مثلا از راه‌های دیگه‌ای سعی کنه که ایران رو تحت فشار قرار بده، ولی علاقه زیادی به درگیری نظامی نداره و شاید انتظار هم نمی‌رفت که جلوی این تانکر گرفته بشه. اما آیا صحبت‌هایی شده درباره این که وقتی میگن که ما داریم روی پاسخمون فکر می‌کنیم، ممکنه که چه پاسخی در ذهنشون باشه؟ چیزی که بیشتر از همه در موردش صحبت میشه تحریم‌های بیشتره. یعنی در واقع میخوان سعی بکنن که با تحریم‌های بیشتر جواب ایران رو بدن. همونطور که گفتی یک مقدار در مورد پاسخ نظامی محتاط هست. خود آقای ترامپ، شاید اطرافیان او، شاید کسانی که دور او هستن تندروهایی باشن که اونها بخوان پاسخ نظامی بدن، ولی آقای ترامپ خودش به شخصه خیلی محتاط‌تر از اینها عمل میکنه. و یک نکته جالبی هم هست، اینکه یک قانونی دارن آمریکایی‌ها که از قرن 19 به جا مونده و اون در مورد اینه که اگر از قاره دیگه ای کسی بخواد بیاد و بخواد مثلا چه میدونم اینجا استعمار بکنه در این قاره کشور دیگه ای رو، یکی از کشورهای آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی رو، آمریکایی‌ها با اون مقابله میکنن. حالا داره صحبت از این میشه که این قانون رو هم دارن مجدد میارن بیرون و میخوان به اون هم استناد بکنن. خیلی ممنونم از اعصام فرزانه از واشنگتن. ماما در بسیاری از نقاط ایران امروز نماز عید فطر به صورت دست جمعی برگزار شد با شباهت‌ها و تفاوت‌های نسبت به سال‌های گذشته. در بعضی از کشورهای مسلمان هم این مراسم برگزار شد، اما عربستان، خاستگاه دین اسلام، برگزاری هر گونه نماز جماعت را به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا ممنوع کرده. همزمان نیویورک که کانون اصلی کرونا در آمریکا بوده، کمترین شمار قربانیان این ویروس را در شبانه روز گذشته گزارش کرده. علی همدانی گزارش می‌دهد. تبلیغات تلویزیون ایران برای نمازی که امسال در مصلی تهران برگزار نشد. نماز عید فطر تنها در مساجد و بعضی خیابان‌ها برگزار شده و تلویزیون شماری از آنها را زنده پخش کرد، مانند این مراسم در آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد. بر جذبه تاکید تلویزیون ایران بر برگزاری این تجمعات با رعایت ضوابط بهداشتی، اما در بعضی جاها فاصله چندانی میان افراد نیست. در روزهایی که هر گونه جمع شدن جمعیت در جهان به دلیل احتمال تبدیل شدنش به کانون انتقال ویروس کرونا منع می شود. همزمان گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از ترافیک گسترده به سوی اماکن تفریحی از جمله شمال ایران. قرار است از فردا همه رستوران‌ها، اماکن تاریخی و موزه‌ها و اماکن مذهبی هم بازگشایی شوند.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا به روایت دولت مورد تردید برخی است. شمار آزمایش‌های تشخیص ابتلا در ایران تا دیروز حدود 800 هزار آزمایش اعلام شده، شماری اندک در مقایسه با کشورهایی با جمعیت مشابه ایران در آستانه بازگشایی. بامداد امروز در مکه، مساجد در عربستان همچنان تعطیل. تنها شمار بسیار اندکی از مقامات این کشور نماز عید پایان ماه رمضان را در مقابل خانه همچنان تعطیل خدا برگزار کردند. مساجد در سایر کشورهای عرب منطقه از جمله امارات متحده عربی هم همچنان تعطیل است و مردم به خانه نشینی تشویق می‌شوند. در پاکستان برخی از مردم برخلاف توصیه‌ها در مساجدی که تعطیل نشده بودند تجمع کردند و در لبنان هم در مناطق شیعه نشین مراسم امروز برگزار شد. در حالی که در مشرق زمین ویروس کرونا به چالش دینداران تبدیل شده، در غرب به دعواهای سیاسی دامن می‌زند. صفحه نخست روزنامه نیویورک تایمز، این روزنامه منتقد دولت دونالد ترامپ، هزار اسم از حدود 170 هزار نفری که بر اثر شیوع ویروس کرونا جان دادن چاپ کرده. در بریتانیا نخست وزیر زیر فشار برای اخراج یکی از مشاوران ارشدش دامینیک کامینگز که گفته شده در زمان ابتلای همسرش به بیماری کووید 19 و در دوران قرنطینه سراسری همراه او صدها کیلومتر سفر کرده، برخلاف توصیه‌های دولت که خودش در تنظیمشان نقش داشته. کرونا حاکم نادیده جهان که هم سیاست تعیین می‌کند هم شیوه دینداری. علی همدانی، بی بی سی. همچنان که در گزارش هم اشاره شد، نخست وزیر بریتانیا تحت فشار است که عالی ترین مشاورش را به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به قرنطینه برکنار کند. چند روز بعد از شروع قرنطینه، دامینیک کامینگز به همراه همسرش که علائم ابتلا به ویروس کرونا را داشته، به شهر دورهام در 400 کیلومتری لندن رفته بود تا اعضای خانواده‌اش از فرزند 4 ساله او نگهداری کنند. دولت بریتانیا میگوید که این کار آقای کامینگز منطقی و منطبق بر قانون بوده. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین اینجا با ماست که بیشتر در این باره صحبت کنیم. بهرنگ، داستان از چه قراره؟ ببین، داستان اینه که 27 مارس، درست همون روزی که اعلام میشه که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شده، آقای کامینگز برای آخرین بار در لندن دیده میشه توی همون خیابون داونینگ، محل نخست وزیری بریتانیا، و دیده میشه که داره به سرعت در میره و میدوه و میره، و ظاهراً چیزی که مشخص میشه اینه که در اون زمان همسر آقای کامینگز علائم ابتلا به کرونا رو نشون میداده. ما الان میدونیم که همون روز یا در چند روز بعدش آقای کامینگز به همراه همسرش و بچه 4 سالشون 400 کیلومتر رانندگی میکنه، میره دورهام در شمال شرق انگلستان، جایی که در واقع ملک پدریش بوده. خودشون میگن که نه در خانه پدری، در یه ملک بغل اون، اونجا میخوان خودشون رو وارد قرنطینه شخصی بکنن. نکته داستان اینه که این موقع این اتفاق افتاده که قوانین مربوط به قرنطینه در بریتانیا در اجرا گذاشته شده. قوانینی که میگه در خانه بمونید و اگر که یک نفر از اعضای خانواده علایم ابتلا به ویروس کرونا رو دارن، همه اعضای خانواده باید در خونه اصلیشون، نه خونه دومشون، نه جای دیگه، همونجا بمونن و برای 14 روز خودشون رو در قرنطینه شخصی قرار بدن. حتی همون موقع هم گفته شده بود که اگر که شما مثلا بچه کوچیکی دارید و اینها، با شورای شهر، شورای محل تماس بگیرید، با شهرداری تماس بگیرید، اونا کمک میکنن اگر که دوست و آشنایی ندارید. حالا صحبت از اینه که آقای کامینگز و خانوادهش این کاری که کردن خلاف این قوانین بوده، و بعد یه دو تا ادعای جدید هم از دیشب مطرح شد. یکی این که حدود 2 هفته بعد از اون موقعی که آخرین بار آقای کامینگز در لندن دیده شده، در یک شهری در 50 کیلومتری شهر دورهام دیده شده، یه جای توریستی، و دومش این که 1 هفته بعدش هم دوباره در دورهام دیده شده، که آقای کامینگز این رو در واقع تکذیب میکنه و میگه که وقتی که دوران قرنطینه‌شون تموم شد برگشته لندن و مونده لندن، و دولت هم که میگه که تمام این کارهایی که کرده مطابق با قانون بوده. این خبر از دیروز که منتشر شد سر خط خبرها بوده و مرتب اعضای کابینه دارن مصاحبه میکنن بر رسانه‌های مختلف از آقای کامینگز دفاع میکنن. چرا اینقدر جنجالی شده این قضیه؟
ببین به خاطر اینه که دومینیک کامینگز مغز متفکر، مرد پشت پرده دولت بوریس جانسونه. آقای کامینگز مشاور عالی نخست وزیره و قبل از اینکه وارد دولت بشه کسیه که توی کمپین معذرت میخوام برگزیت مدیر عامل کمپین طرفداران خروج بود، کمپینی که چهره اصلیش بوریس جانسون بود که الان نخست وزیر بریتانیاست، مدیر عامل بود، مغز متفکر اونجا بود و همون تیم رو آورده وارد دولت بوریس جانسون کرده و به نوعی سیاست‌های دولت، استراتژی دولت، نحوه پیام رسانی دولت، همه اینها کم و بیش در واقع از زیر دست آقای کامینگز میگذره. یعنی اگر که خود همه مثلا نظر و طرح خودش نباشه، حداقل طرحهایی که آقای کامینگز تاییدشون کرده. به همین خاطره که شما در حالت عادی نمیبینید که دولت بیاد از یک آدمی که مثلا وزیر نیست، عضو کابینه نیست، مشاوره دیگه، اینجوری دفاع بکنه. به خاطر اینکه شخص آقای کامینگز با تمام آدم‌هایی که قبلا تو این پست بودن فرق داره، اونم به خاطر اینکه واقعا نقش کلیدی در دولت بوریس جانسون بازی میکنه. خودش دیروز به خبرنگارا گفتش که برای مهم نیست شما چی میگین و من مسئولانه عمل کردم. حزب کارگر از طرف دیگه گفته که حزب مخالف که باید تحقیق بشه. خودت که اینقدر با دقت دنبال میکنی سیاست بریتانیا، چی فکر میکنی؟ آیا رفتنی هست آقای کامین در مقابل این فشار؟ ببین کاملا یه خورده برمیگرده به اینکه کجا دولت به این نتیجه برسه که هزینه سیاسی و اجتماعی نگه داشتن دومینیک کامینگز، مخصوصا هزینه سیاسیش، بیشتر از نفعشه. به خاطر اینکه میگم در تعیین استراتژی دولت، در تعیین چشمانداز دولت، در پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی چند ماه پیش نقش کلیدی بازی کرده آقای کامینگز. مسئله اینه که الان از داخل حزب حاکم محافظه‌کار، من نگاه می‌کردم تا چند دقیقه پیش، کمتر از در واقع 8-9 نفر بودن که به صورت رسمی گفته بودن که آقای کامینگز باید برکنار بشه. آیا این روند ادامه پیدا میکنه یا نه دولت معتقده که میتونه دفاع بکنه، میتونه بگه که در واقع آقای کامینگز بر اساس قانون و عقل سلیم برخورد کرده؟ ولی مسئله اینه که دفاع از کار آقای کامینگز، مخصوصا اگر معلوم بشه که بار دوم هم دوباره برگشته به اون شهر، خلاف در واقع برخلاف قوانین قرنطینه چنین کاری کرده، سفر غیر ضروری انجام داده، موقع کار دولت خیلی سخت میشه، مخصوصا از این جهت که اون موقع همه آدم‌های دیگه هم میگن که اگر مشاور عالی نخست وزیر میتونه این کارو بکنه، چرا ما نکنیم؟ دولت بریتانیا واقعا نیاز داره که شیوع کرونا متوقف بشه که بتونه اقتصاد رو برگردونه، اقتصادی که مثل ماشینیه که این روزها از حرکت ایستاده. خیلی ممنونم از بهرنگ تاجدین. ماما نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. یکی از 5 نفتکش ایرانی حامل سوخت به آبهای ونزوئلا رسید. نماز دست جمعی عید فطر در ایران برگزار شد، اما مساجد در عربستان و امارات هنوز تعطیلند. در ادامه برنامه، اعتراض به قوانین جدید امنیتی در چین، در هنگ کنگ که چین وضع کرده. رئیس جمهوری افغانستان از آتش بس 3 روزه طالبان در روزهای عید فطر استقبال کرده. اشرف غنی گفته که روند رهایی زندانیان این گروه از زندانهای دولتی تسریع می شود. بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان، قرار است که 5000 نفر از اعضای زندانی طالبان و 1000 زندانی مربوط به دولت آزاد شوند. تا به حال حدود 1000 عضو طالبان و 200 زندانی طرف مقابل آزاد شدند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. عید فطر امسال برخلاف همیشه دور از هیاهوی مردم شروع شد. در کابل بسیاری از خیابان‌ها خلوت و محدودیت تردد جدی است. برنده صلح ملت عظیم افغانستان است. مراسم عید در ارگ هم کمرنگ‌تر از همیشه برگزار شد. حضور شماری از مقامات بلندپایه و چهره‌های سیاسی با حفظ فاصله اجتماعی. رئیس جمهور غنی با استقبال از اعلامیه آتش بس 3 روزه گروه طالبان از تسریع روند آزادی زندانیان آنها خبر داد. بایستی یک دولت مسئول می خواهیم یک قدم دیگر برداریم.
اعلان میکنم که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خاتم آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند به زودی ممکنه رها سازند. نظر به تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان که نزدیک به 3 ماه پیش امضا شد، تا کنون باید همه زندانیان طالبان و دولت افغانستان آزاد می‌شد و مذاکرات آغاز. اما نه اینکه خبری از شروع این مذاکرات نشد، بلکه هر دو طرف در تمام مدت یکدیگر را متهم به سنگ‌اندازی در این روند کردند. با این حال، برای دومین بار آتش‌بسی موقتی در طول 19 سال گذشته رقم خورد. در اقدامی غیر منتظره، گروه طالبان برای 3 روز عید اعلام آتش بس کردند. این آتش بس در حالی اعلام میشه که ماه قبل جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان شدید بود و این گروه بارها پیشنهاد دولت را برای آتش بس نادیده گرفتن و در آخرین مورد درخواست آتش بس را برای ماه رمضان هم رد کردند. حالا با این پیشنهاد توقع میره که اعتماد بین دو طرف بیشتر و مذاکرات هرچه زودتر آغاز بشه. برای مردم اما این بار آتش بس حس و حال قبل را ندارد. در اولین آتش‌بسی که 2 سال پیش به گونه بی‌پیشینه اتفاق افتاد، طالبان وارد شهرها شدند در کنار مردم و مردم از فرصت برای سفر به ولایت ناامن استفاده کردند. حالا اما به دلیل شیوع ویروس کرونا مردم ناچارند 3 روز عید را هم در خانه بمانند. هرچند چند روز گذشته شهر دوباره شلوغ بود به دلیل شکستن خودسرانه قرنطین توسط مردم، مسئله‌ای که نگرانی وزارت صحت را برانگیخت و قرنطین را برای 3 روز عید از سر گرفت. در شرایطی که مردم با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، شاید آتش‌بس روزنه امیدی روشن کند برای حل معضل جنگ. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. چند خبر کوتاه. بنابر گزارش ها در ایران عده‌ای از فعالان کارگری و دانشجویی از زندان آزاد شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان، بازداشت شدگان روز کارگر و دانشجویان همراه بیش از 3700 زندانی دیگر مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فهرست اسامی آنها منتشر نشده، اما بعضی از فعالان کارگری گفتند که اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، مرضی امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی در میان آزاد شدگان هستند. بنابر گزارش ها اجساد 7 مهاجر در نزدیکی مرز ایران با ترکیه پیدا شده. یکی از آنها کامران گودرزی، نوجوان 18 ساله ایرانی بود که گفته شده قاچاقی از مرز به ترکیه رفته بود. خانواده اش میگویند پلیس ترکیه او را بازداشت و بدون پول و موبایل در کوه رها کرد. به گفته آنها جسد او بعد از حدود 2 ماه زیر برف در منطقه چالدوران پیدا شد. دادگاه محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان است. او به گرفتن رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم شده. آقای نتانیاهو این اتهام‌ها را رد کرده و گفته بهانه‌ای برای ساقط کردن او از قدرت است. دادگاه آقای نتانیاهو در حالی تشکیل می‌شود که دولت وحدت ملی به رهبری او کارش را هفته گذشته آغاز کرد. او اولین نخست وزیر در تاریخ اسرائیل است که در زمان قدرت به اتهام ارتکاب جرایم کیفری محاکمه می شود. صدها معترض در هنگ کنگ به خیابان‌ها ریختند و پلیس با آنها درگیر شده. آنها به پیشنویس طرحی اعتراض دارند که قرار است به زودی در کنگره خلق شین به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح، نهادهای امنیتی دولت مرکزی در هنگ کنگ مستقر می شوند و با هر حرکتی که جدایی طلبانه، براندازانه، آشوبگرانه یا تروریستی تشخیص می دهند برخورد می کنند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا این طرح را ناقوس مرگ نامیده و 200 نفر از سیاستمداران کهنه‌کار بریتانیایی آمریکایی هم بیانیه علیه آن انتشار دادند. جزئیاتی در گزارشی از مهرداد فرام. دهان بند در تظاهرات هنگ کنگ کارایی دوگانه دارد. قرار است هم در برابر ویروس محافظ باشد و هم سامانه چهره‌یاب پلیس. کارایش در برابر هر دو اینها
قطعی نیست، اما ناکاراییش در برابر گاز اشکاور حتمی است. مقررات فاصله عمومی هم دستاویزی برای پلیس است تا به نام حفظ سلامت عمومی با تظاهر کننده ها برخورد کند. در این رویارویی کرونا در کنار پلیس ایستاده. چند ماه پیش همین کرونا بود که تظاهرات را در هنگ کنگ متوقف کرد. این بار تظاهر کننده ها در هنگ کنگ باز به خیابان ها ریختند، چون بوی از دست دادن آزادی تندتر از ویروس کرونا فضا را پر کرده. اگر همین پنج شنبه‌ای که می آید کنگره خلق چین طرحی را تصویب کند، در هنگ کنگ نیز مانند بقیه چین تظاهرات و اعتراض و انتقاد ممنوع می شود. بنابر شرطی که بریتانیا 23 سال پیش برای بازگرداندن هنگ کنگ گذاشت، تا 50 سال می بایست دو نظام در یک کشور حاکم باشد. هنگ کنگ خود مختار بماند و مردمش همان آزادی های با استاندارد غربی را که داشتند حفظ کنند. دولت چین اما 50 سال صبر نکرد. هرچند در این سالها هر بار که گامی برای کاستن از این آزادی ها برداشت، با براه افتادن تظاهرات و اعتراض عقب نشست. امسال اما کنگره خلق چین می خواهد همین پنجشنبه طرحی را برای تصویب به مجلس قانونگذاری بدهد تا دولت مرکزی بتواند نهادهای امنیتی خودش را در هنگ کنگ مستقر کند. با هر حرکتی که جدایی خواهی، براندازانه، آشوبگرانه یا تروریستی تشخیص دهد، برخورد کند. معترضانی که به خیابان‌ها ریختند، خیلی هایشان اصلا خودشان را چینی نمی دانند. معترضند که با از دست دادن آزادی سیاسی، هنگ کنگ دیگر آن هنگ کنگ جذاب قبلی برای سرمایه گذاران و بازرگانان نخواهد بود. هرچند نسبت میان آزادی و پول بحثی است پیچیده تر از این حرفا. چینی ها ده ها سال است نسبتی میان آزادی و پول برقرار کردند که برای خیلی ها در جهان کارآمد و الگوست. مرتضی فرهمند، BBC. به پایان این بخش خبر رسیدیم. مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. برنامه های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق سایت ما به دست بیارید. آدرس ما bbcpersian.com. ممنون که با ما همراه هستید.